درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 22 دسامبر 2023 میلادی برابر است با اول دیماه سال 1402 خورشیدی. تعدادی از فعالان ایرانی آمریکایی از توقف روند تصویب طرح قانون معروف به قانون مهسا امینی در سنای آمریکا ابراز نگرانی کرده و گفتند که رئیس کمیته روابط خارجی سنا از پیشبرد این روند که تحریم هایی را علیه رهبران جمهوری اسلامی وضع می کند خودداری می کنند. طرح دو حزبی قانون مهسا امینی که هدفش تحریم مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران است، پیشتر در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع به تصویب رسید. در شهریور ماه مجلس نمایندگان آمریکا با 410 رأی موافق و 3 رأی مخالف به این طرح دو حزبی رأی داد و همزمان یک طرح دیگر را برای مقابله با صادرات موشکی جمهوری اسلامی و یک قطعنامه را در محکومیت آزار و سرکوب شهروندان بهائی در ایران تصویب کرد. با گذشت چندین ماه، رأی‌گیری برای تصویب طرح قانون مهسا امینی هنوز در سنای آمریکا برگزار نشده است. شهر کتاب مرکزی تهران امروز جمعه اول دی ماه به دست پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران پلمب شد. شبکه شرق اعلام کرده است که در گزارش ماموران اداری اماکن تهران، حضور بی‌حجاب مشتریان در شهر کتاب مرکزی به عنوان دلیل پلمب این محل قید شده است. در این گزارش آمده که دلیل این اقدام رعایت نشدن مقررات صنفی و دستورات وزارت کشور بوده، اما در گزارش ماموران حضور بی‌حجاب مشتریان در این محل به عنوان دلیل پلمب شهر کتاب مرکزی قید شده است. این واحد صنفی روز پنجشنبه برنامه‌ای با عنوان جشن یلدایی شهر کتاب مرکزی برگزار کرده بود. در بخش از این برنامه مهدی فرامرزی نوازنده تار و تنبک و ویدا عربشاهی نوازنده قانون و هنگ درام به اجرای زنده موسیقی پرداختند. اکنون احتمال می رود که پلمب مرکز به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری با برگزاری این جشن مرتبط باشد. اصرار جمهوری اسلامی به تداوم نقض حقوق شهروندی زنان ایرانی از طریق اجرای خشونتبار مقررات مربوط به حجاب اجباری با تناقضگویی های برخی مقامات حکومت همراه بوده است. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری تحلیلی انتخاب به محوریت قرارگاه افاف و حجاب شورای عالی با هماهنگی وزارت کشور در سرکوب مستمر مخالفان حجاب اجباری اذعان کرد. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر عقلایی، عده‌ای با استفاده از فناوری نرم در میدان انقلاب و چهارراه ولیعصر و میدان شهدا در حال پیاده سازی این روش هستند و اتفاقا جواب هم گرفتند. اذعان این مقام حکومتی به نقش مستقیم جمهوری اسلامی در تداوم سرکوب مخالفان حجاب اجباری و خودجوش نبودن این اقدامات ناقض حقوق شهروندی ایرانیان در حالی است که یک ماه پیش علیرضا زاکانی شهردار تهران مدعی شده بود که استقرار حجاب بانها در ایستگاه‌های متروی پایتخت کاملا خودجوش بوده و از سوی مردم انجام شده و شهرداری نمیتواند جلوی افرادی را بگیرد که امر به معروف و نهی از منکر میکنند. آژانس خبری کردپا گزارش داد که روز پنجشنبه جواد نوروزی و مصطفی عباسی، دو تن از کارگران پتروشیمی چوار ایلام، در اعتراض به اخراج از کار اقدام به خودکشی کردند و به بیمارستان منتقل شدند. در سال گذشته 6 کارگر این شرکت در اعتراض به اخراج از کار اقدام به خودکشی کردند. بر اساس گزارش کردپا، دو کارگر اخراجی بعد از اقدام به خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن به بیمارستان منتقل شده و وضعیت عمومی آنها وخیم است. یک ایرانی تبار مسیحی ارمنستانی به سازمان حقوق بشری ماده 18 خبر داده که به همراه همسرش در مرداد سال جاری توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران به طور خودسرانه دستگیر و بازداشت شده است.
الیسا شاهبردیان که به قید وثیقه 2 میلیارد تومانی موقتا آزاد شده، به ماده 18 گفت که همسرش هاکوب گوچومیان همچنان در زندان و تحت بازجویی و فشار است. این زوج مسیحی که به همراه 2 فرزند خود برای دیدار با خانواده و دوستان خود به ایران سفر کرده بودند، در 24 مرداد سال جاری، زمانی که برای مهمانی شام به منزل یک زوج ایرانی در شهر پردیس واقع در شمال شرقی تهران دعوت بودند، با یورش 12 تن از ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. ماموران ضمن تفتیش خانه تعدادی کتاب مسیحی و وسایل شخصی را ضبط کردند. سازمان حقوق بشری ماده 18 میگوید که این شهروندان ارمنستانی بدون آنکه تفهیم اتهام شده و یا به وکیل دسترسی داشته باشند، هفته ها در سلول انفرادی بند 29 زندان اوین زندانی بوده و تحت شکنجه های روانی شدید و بازجویی های متوالی قرار گرفتند. اعتصاب قضایی جواد سودبر، فعال مدنی زندانی در تبریز، امروز جمعه اول دی ماه وارد 13 روز خود شد و این در شرایطی است که خانواده او در این مدت از وضعیت و سلامتی او بی خبر و نگران هستند. آقای سودبر از 13 روز پیش که در تماسی تلفنی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز اعتصاب قضایی خود را اعلام کرد، تا کنون با الهام حبیبی همسر و دیگر اعضای خانواده خود تماسی نداشته است. پیش از آن انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب در بیانیه‌ای در روز 20 آذر ماه گزارش داده بود که افرادی که در اداره اطلاعات تبریز بازداشت بودند، بعد از آزادی از شکنجه جواد سودبر، علی بابایی و داوود شیری از بازداشت شدگان در تبریز خبر دادند. در این ارتباط به گزارش هرانا، علی بابایی یکی دیگر از فعالان مدنی زندانی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز همراه با جواد سودبر به صورت بلا تکلیف در بازداشت به سر می‌برند. این منبع آگاه که هرانا به نام او اشاره نکرده گفته است که پیشتر آقای سودبر اعلام کرده بود که در صورت رسیدگی نکردن به پرونده‌اش دست به اعتصاب می‌زند. به گفته او جواد سودبر از حق برخورداری از وکیل تعیینی محروم مانده است. وزیر کشور ترکیه امروز جمعه از دستگیری 304 تن در جریان عملیات هیرو 34 در 32 شهر این کشور خبر داد. به گفته او پلیس ترکیه این افراد را به زن ارتباط با شبه نظامیان گروه داعش دستگیر کرده است. وزیر کشور ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این دستگیری ها در جریان یک عملیات بزرگ با هماهنگی نیروهای اطلاعاتی و ضد تروریسم ترکیه و به طور همزمان در 32 استان انجام شده است. پلیس در شهر استانبول بیشترین تعداد مظنونان را دستگیر کرده که 86 تن بودند. وزیر کشور ترکیه در این پیام همچنین تاکید کرده که مبارزه ما با تروریسم تا خونسا شدن آخرین تروریست با قاطعیت ادامه خواهد داشت. برندگان هشمند، در لحظه توجه شما را بکنم پای بازرگان شب. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866 900 9001.
اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7 روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. باربارا لی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، طرح قانون همبستگی را به منظور تغییر سیاست واشنگتن در قبال ایران معرفی کرد تا این کشور از معترضان ایرانی و متحدان آنها بهتر حمایت کند و در این حال جمهوری اسلامی را مسئول بداند. دفتر خانم لی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که قانون همبستگی تحریم‌های جدید و متمرکز بر بدترین سوء استفاده‌ها در حکومت ایران را با ابزارهای جدیدی هماهنگ می‌کند. بر اساس این بیانیه، این ابزارها به ایرانیان آمریکایی اجازه می‌دهد با عزیزان خود در ایران ارتباط برقرار کنند و از آنها حمایت کنند و همچنین به معترضان ایران دسترسی و خدمات گسترده تری به اینترنت ارائه می دهد. باربارا لی در این بیانیه گفت ایرانی ها شجاعانه برای حقوق اولیه انسانی خود می جنگند. ایالات متحده باید استراتژی ما در قبال ایران را بروز کند تا مردم ایران را در مرکز رویکرد ما قرار بدهد. به افزود ما باید فشار را بر مردم عادی کاهش بدهیم و در این حال رژیم را مسئول بدانیم. رسانه‌های اسرائیل ظهر جمعه اول دی ماه خبر دادند که در پی شلیک بیش از 40 فروند راکت و خمپاره از جنوب لبنان به مناطقی در مرز شمالی اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل و همچنین توپخانه زمینی ارتش اهداف تروریستی وابسته به حزب الله لبنان را هدف بمباران و گلوله قرار داده است. حزب الله در بیانیه‌هایی مسئولیت حملات را پذیرفت و ادعا کرد که ابتدا تجمع نظامیان اسرائیلی را در یکی از عملیات هدف قرار داد و سپس استحکامات همان پادگان را خمپاره باران کرد. همزمان حزب الله در این روز خبر داد که با کشته شدن دو عضو دیگر این گروه، شمار اعضایش که در دو ماه و نیم اخیر در نتیجه عملیات علیه اسرائیل از پای درآمدند به 121 تن رسیده است. گروه افراطی حماس امروز جمعه مدعی شد که تعداد کشته شدگان جنگ اخیر در غزه از مرز 20,000 تن گذشته است. این رقم در صورت تایید نزدیک به 1% از کل جمعیت فلسطینی های ساکن نوار غزه را شامل می شود. سازمان ملل متحد هشدار داده که غزه با بالاترین سطح ثبت شده ناامنی غذایی مواجه شده و بحران گرسنگی در ابعادی بی سابقه و به طرز فاجعه بار در جریان است و هزاران تن از ساکنان این باریکه در معرض قحطی هستند. این احتمال مطرح شده که این وضعیت در هفته‌های آتی وخیم‌تر شود. تاریخ 7 هفته دیگر برای رسیدن به مرحله فوق حاد تخمین زده شده که ممکن است حدود 50% از جمعیت با عواقب سوء تغذیه شدید دست و پنجه نرم کند. در خبری دیگر، دولت کانادا معیارهایی را که به فلسطینیان امکان می‌دهد وارد کانادا شده و در آن کشور اقامت کنند تسهیل کرد. دولت اتاوا پنجشنبه شب اعلام کرد که به دلیل جنگ جاری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در باریکه غزه، برنامه خود را برای اقامت بستگان فلسطینی هایی که دارای شهروندی کانادا هستند گسترش داده و آن را تا 3 هفته دیگر اجرایی می کند.
از سوی دیگر لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد احتمال داده که کشورش از پیشنهاد مربوط به ارائه کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه که امروز جمعه اول دی ماه در نشست شورای امنیت به رأی گیری گذاشته می شود حمایت کند. خانم گرینفیلد گفت بعد از یک هفته مذاکره با مصر و امارات متحده عربی در مورد تعیین سازوکار نظارت بر ارائه کمک ها متن پیشنهادی قطعنامه جدید تضمین می کند که کمک های بشردوستانه به کسانی که با نیاز دارند ارائه شود. رأی گیری در خصوص چنین قطعنامه ای تا به حال 4 بار با تعویق روبرو شده است. روسیه امروز جمعه تهدید کرد که در صورت مصادره دارایی های مسدود شده این کشور به خاطر تحریم ها ممکن است که روابط دیپلماتیک خود با آمریکا را قطع کرده و دست به اقدام متقابل بزند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در این زمینه گفت کرملین به استقرار موشک های آمریکایی در اروپا یا آسیا پاسخ خواهد داد. ریابکوف گفت آمریکا نباید با این توهم رفتار کند که روسیه دو دستی به روابط دیپلماتیک با آن کشور چسبیده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هم اعلام کرد که کشورهایی که دارایی های روسیه را تصاحب می کنند هرگز روی آرامش را نخواهند دید و کرملین دست به اقدام متقابل خواهد زد. بینندگان عزیز بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. شرکت مایکروسافت گزارش داد که یک گروه جاسوسی سایبری ایرانی
از بدافزاری به نام فارس فاند که پیشتر کشف نشده بود برای حمله به پایگاه‌های صنعتی دفاعی در سراسر جهان استفاده می‌کند. این شرکت اعلام کرد که این گروه با نام‌های مختلفی از جمله APT-33 شناخته می‌شود. این پایگاه‌ها شامل بیش از 100 هزار شرکت دفاعی و پیمانکار است که در تحقیق و توسعه سیستم‌ها، زیر سیستم‌ها و اجزای تسلیحات نظامی مشارکت دارند. بر اساس این گزارش، این گروه هکری دست کم از 10 سال پیش فعال بوده و اهداف آنها طیف گسترده‌ای از بخش‌های صنعتی در ایالات متحده، عربستان سعودی و کره جنوبی از جمله دولت، بخش دفاعی، تحقیقات و همچنین بخش‌های مالی و مهندسی بوده است. دولت سومالی میگوید که نیروهای آمریکایی و سومالیایی یکی از رهبران ارشد گروه شبه نظامی و اسلامگرایی الشباب را که طراح حملات متعددی در سومالی و کنیا بود از پای درآوردند. داوود اویس وزیر اطلاع رسانی سومالی شامگاه پنجشنبه در حساب کاربری خود در ایکس خبر کشته شدن معلم ایمن در روز 17 دسامبر و در جریان عملیات مشترک ارتش ملی سومالی با کمک نیروهای آمریکایی را تایید کرد. او گفت که رهبر کشته شده از شباب مسئول برنامه‌ریزی چندین حمله تروریستی مرگبار در سومالی و کشورهای اطراف بود. نام ایمن در فهرست افراد تحت پیگرد برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه آمریکا قرار داشت و برای اطلاعات منجر به دستگیری یا محکومیت او جایزه 10 میلیون دلاری تعیین شده بود. به گفته این وزارتخانه، این رهبر ارشد از شباب مسئول تدارک حمله به یک پایگاه نظامی در کنیا در سال 1398 بود که بر اثر آن 3 آمریکایی، یک سرباز و 2 پیمانکار کشته شدند. واشنگتن پست روز پنجشنبه خبر داد که بیوه جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی که 5 سال پیش در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه به قتل رسید، از ایالات متحده آمریکا پناهندگی سیاسی گرفته است. به گزارش این روزنامه آمریکایی، هنان الاتر بعد از خواندن نامه پذیرش درخواست پناهندگیش در آمریکا گفت: واقعا نمیتوانستم آن را باور کنم. این تصمیم نشان میدهد که یک قربانی هست که هنوز زنده است. به نوشته واشنگتن پست، تصمیم دولت آمریکا به اعطای پناهندگی به هنان الاتر، یعنی ادعای او در مورد اینکه اگر به امارات متحده عربی یا به زادگاهش مصر بازگردد جانش به خطر خواهد افتاد، معتبر بوده است. یک روز بعد از بزرگترین حادثه تیراندازی مرگبار در تاریخ معاصر جمهوری چک، پلیس این کشور در روز جمعه همچنان به دنبال یافتن انگیزه عامل 24 ساله این حادثه است. همزمان در حالی که بسیاری از مردم در نزدیکی محل حادثه به یاد قربانیان شمع روشن می‌کنند، برای ظهر روز جمعه یک دقیقه سکوت اعلام شده و مقامات روز شنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کردند. داوید کی، دانشجوی 24 ساله، بعد از ظهر روز پنجشنبه در ساختمان دانشکده فلسفه دانشگاه چارلز در پایتخت جمهوری چک با اسلحه اتوماتیک 13 تن را از پای درآورد و 25 تن را زخمی کرد. به نوشته روزنامه‌های چکی، او بعد از آنکه نیروهای پلیس به او نزدیک شدند، خود با اسلحه به زندگی خودش پایان داده است. به گفته پلیس، مهاجم از اتفاقی مشابه در روسیه الهام گرفته بود. مقامات هر گونه ارتباط با تروریسم بین‌المللی را رد می‌کنند. گزارش‌ها در رسانه‌های چکی حاکی از آن است که مهاجم جوان بعد از به قتل رساندن پدر خود در روستایی در نزدیکی پراگ به پایتخت بازگشته و به دانشگاه رفته است. بیرانگان عجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.